سلام، به نگاه سیاسی روز خوش آمدید. نبود عقلانیت و رویکرد واقع بینانه به مسائل مختلف در عرصه‌های بین‌المللی و دیپلماسی خارجی، افزایش تنش‌ها با غرب و ایجاد جبهه متحد منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران را به دنبال داشته و عملاً باعث دشمن تراشی در عرصه‌های جهانی گردیده است. این امر در عرصه‌های داخلی نیز تأثیر خود را گذاشته و کشور را با بحران‌های جدی مواجه کرده است که حتی آمارهای مختلف ارائه شده توسط ارگان‌های رژیم جمهوری اسلامی نیز مؤید این واقعیت است. سیاست‌های خارجی نظام در 8 سال گذشته که با نام دیپلماسی تهاجمی معرفی شد و در راستای آن نبود عقلانیت و رویکرد واقع‌بینانه به مسائل مختلف، کشور را با بحران‌های جدی مانند افزایش روزافزون فساد، جرم و جنایت، ورشکستگی واحدهای اقتصادی شامل بیکاری فزاینده و غیره مواجه کرده است. این سخنان احمدی نژاد که در مرداد ماه سال 1384 گفته بود، دورانی که عده‌ای گمان می‌کردند از دیگران برتر هستند به سر آمده است. قدرت‌های بزرگ باید از برج عاج خود پایین بیایند و از موضع غرور با ملت ایران سخن نگویند. نشان از رویکردی تازه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می‌داد. و آیت الله خامنه‌ای هم در تأیید آن گفت دیپلماسی ایران از ابتدا تهاجمی بوده و دیپلماسی دفاعی مورد نظر جمهوری اسلامی نبوده است. این نگرش و نوع حرکت در دیپلماسی هسته‌ای ایران به خوبی مشاهده شد و سرنوشت و موجودیت ملت ایران در قمار هسته‌ای به گروگان گرفته شد و دود ناشی از تخاصم در عرصه جهانی بین ایران و غرب تنها به چشم ملت ایران رفت و اقتصاد آشفته کنونی کشور میراث همین دیپلماسی مخرب تهاجمی است. اما امروز آیت الله خامنه‌ای در حالی صحبت از نرمش قهرمانانه در برخورد با نظرات جامعه جهانی می‌کند که بارها به نتیجه دیپلماسی تهاجمی در خصوص بحث هسته‌ای را تجربه کرده و شاهد بوده که این برنامه به بن‌بستی دیپلماتیک برای ایران بدل شده و چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت و نظام بانکی و اقتصاد کلان کشور را به دنبال داشته است. شرایط کنونی کشور نشان می‌دهد که تحریم‌ها و فشار اقتصادی پاسخ مساعد داده و زمامداران نظام را مجبور به یک توافق درونی برای نرمش قهرمانانه کرده است. اما نکته‌ای که میتوان به آن اشاره کرد این است که مردم در انتخابات 92 به منویات رهبر نه بزرگی گفتند که این امر نشان دهنده این است که با وجود تبلیغات فراوان در این سالها آن کسی که سیاست‌های کلی نظام را تعیین می‌کند خواست و اراده مردم است که در بیانات آیت الله خامنه‌ای متجلی شده است، خواستی که هرچند 8 سال زمان برد تا به نتیجه برسد ولی در نهایت با نرمش قهرمانانه مقام رهبری پایان یافت. باید امیدوار بود که درک این واقعیت شاید پایانی باشد بر یک جانب گرایی و خودکامگی مقامات جمهوری اسلامی و روزهای سخت مردم ایران که در سالهای 88 به بعد بارها به شیوه مملکتداری در کشور اعتراض کرده بودند.